عروسی تموم شد، شب همه به سلامتی رفتن خونه. داماد صبح زود رفت در خونه پدرزن زنگ زد و پدرزن اومد دم در گفت داماد جان سلام. داماد گفت سلام بی سلام، این زن بود به من دادی؟ پدرزن گفتش که پس مرد بود. گفت نه خیر، این بغل مردم خوابیده. گفت پس میخواستی بغل پدرش بخوابه؟ گفت آخه میخوام بگم که چجوری بگم، این پرده نداشت. گفت نداشت که نداشت، عوضش رادیو داشت، ماشین داشت، مبل داشت. گفت عجب آدمیه این پدرزن. آقا جان این میخواستم بگم که باکره نبود. گفت آو تمام عصبانیتت اینه که صبح زود آمدی، این ارسی مادرش هم نبود. توی کلانتری آذربایجان یه دوستی رفتی که رفیقش نشسته، گفتش که محمد آقا چی اینجا نشستی؟ گفت والله صبح تا الان من آمدم گواهینامه بگیرم، من معطل کردن. گفت آخه چرا معطل کردن؟ گفت که والله جناب سروان گفت بزن یک، بزن دو، بزن سه، ما زدیم. آقا گفت بزن چنار. اتفاقا آقا من دیدم یه چنار اونجا بود بی چه کلوفتی، قایم کوبیدم به چنار. بعد ساکت شد. رفیقش گفت آقا بعد چی شد؟ گفت والله جناب سروان که مرد، اما من نفهمیدم، قبول شدم، رفوزه شدم، هنوز جواب ندادم. توی اسپانیا میگن این هموطنانی که اونجا هستن منتظر ویزا بودن، خب بیزنس هم باز کرده بودن، یکی از ارامنه اونجا جیگر دلقلبهی باز کرده بود و یه جاهلی هم دائم مشتری هر روزش بود، میرفت دو تا دنبلان درشت میخورد. یه روز این جاهله که میره دنبلان بخوره میبینی که دو تا دنبلان کوچیک به این دادن. جاهله میگه که آن برسون ما رو نشناختی، این دنبلان چیه به این کوچیکی؟ گفت شناختم، من تقصیر ندارم، هر روز که به دنبلان بزرگ میدادم این استادیوم گاو بازی یارو ماتادور میزد گاو رو میکش، اما امروز اتفاق جدید افتاده، گاو زده گاو باز. بله میگم توی قزوین اینجا قدیمیه، ولی میگم گفت که توی قزوین داشتن توی سیاه زمستون یه گربه رو میشستن، یارو رسید گفت دادا جان این گربه رو میشه سر سیاه زمستونی، سرما میخوره از سینه پله میکنه. گفت برو بابا خداوند پالتو بیستا پس واسه چی داده است اینا؟ پالتو بیستا داده است که سرما نخورندیه. گفت حالا ببین. اتفاقا میره بعد میگرده میبینه بله گربه اونجا دراز به دراز مرده. گفت نگفتم که سینه پله میکند میمیرن. یارو قزوینی میگه اشستن نمر که بابا چلندیمش مرد. بله یه ترکی اسکناس جعلی چاپ میکنه میفته تو زندان، توی اتاق که میره یه نفر دیگر هم میبینه اونجا نشسته، همدیگر رو نگاه میکنن و ترکی میگه سلام علیکم، اسمونه میگه سلام علیکم. ترکی میگه شما چطور شد زندان افتادی؟ گفت ما اسکناس جعلی چاپ کردیم، 4 سال بعد ما رو گرفتن، شما چطور شد زندان افتادی؟ گفت والله منم جعلی چاپ کردم، 3 دقیقه بعد ما رو گرفتن انداختن زندان. گفت چطور شد شما رو 3 دقیقه بعد گرفتن؟ گفت آخه من اسکناس هفتمانی چاپ کرده بودم. یه رشتی با دوستش داشته میرفته، دوستش هم ترک بوده، میگه که آه اینجا واسه من برم منزل یه سری بزنم و برگردم. میره تو میاد و قیافه عصبانی، دوستش میگه چی شد حسین آقا چرا عصبانی هستی؟ گفت هیچی دیگه بنده رفتم منزل دیدم مرتکه نرخار رو تخت خواب خوابیده. رفیقش میگه نزده بکشی؟ گفت آه مگه هر شب میشه تو رشت آدم کش. یه نفر داشت تو بازار نهار میخورد، نهارم کتلت داشت، سفرش باز کرده بود، داشت که میخورد دید که یکی از دوستانش که خیلی شیکموه داره میاد. دیده ای دادی بیداد اگه به این تعارف کنه کتلت ها همه از من رفته. یه فکری میکنه و میگه که آقا یعقوب، میگه جونم، میگه کتلت یه شب مونده میخوری؟ میگه خواره. میگه بس برو فردا شب بیا. توی اصفهان پشت چراغ قرمز یه خانومی ایستاده بود، چراغ سبز میشد، زرد میشد، قرمز میشد، حرکت نمیکرد، دوباره قرمز میشد، سبز میشد، زرد میشد، حرکت. پاسبان میبینه این خانم اصلا حرکت نمیکنه، میره میزنه به شیشه، خانم شیشه رو میکشه پایین و میگه خیلی معذرت میخوام خانم،
این رنگ ها پسندتون نشد، ما رنگی دیگه نداریم، ما معطل نشید. این جوانایی که اومدن توی کشورهای مختلف خوب تحصیل کردن، درس خوندن، به سلامتی همشون برگشتن. یکی از اینا برگشته بود ایران، پدرش جشنی گرفته بود و وقتی که جشن گرفت پدرش گفت خب حالا چی برگشتی به سلامتی، اما نگفتی که چی گرفتی آمدی. پسرش گفت که والا من پی اچ دی گرفتم. پدره گفت چی پی اچ دی گرفتی؟ گفت پی اچ دی گرفتم. گفت والا حالا گرفتی به درک، اما من نفهمیدم، تو فهمیدی که این لوازم یدکیش پیدا میشه؟ بله، یکی از خانمای پیرزنی سوار تاکسی میشه تو تهران، تاکسی هم از اون جاهلا میگه که پیرزنه میگه که بارو نه جاهلا میگه که کجا نه گفت چه میدونم دیگه، جنگل، بیابون، کوه. گفت اینا که آدرس نشد، آدرس بده. گفت آدرس چیه پس چی میگن زناره میدازم میبرم بیابون؟ شوفره میگه که نه اینا شایعه است. گفت الهی مردشو ریخته که ببرم، به ما که دیگه شایعه شده. بعد که میره مدرسه دیر میرسه، ناظم با چوب تو راه رو ایستاده بود، بچه هر تا میبینه میاد جلو میگه کجا بودی؟ میگه آقا پیله زنه پولش گم کرده بود، ما دیر کردیم. خب پولش گم کرده بود به تو چه مربوطه؟ گفت آقا پای ما لفول بود، ما نمیتونستیم در ارتش کنفرانسی بود و همه داشتن میرفتن تو سالن و یکی از آقایون افسرها دیر میرسه دم در، یه سرباز ترک هم دم در ایستاده بود و از این سرباز میپرسه که کنفرانس در چه موردیه در سالن؟ این سرباز هم که در مورد رادیواکتیویته که کنفرانس بوده چیزی نمیدونسته، یه خود فکر میکنه میگه والا جناب سرباز مثل این که تو این سالن به افسران اکتیو یه دم رادیو میدن. بحث بود، دوستان با هم نشسته بودن، یکی از رشتی ها در مورد بارندگی بحث بود، رشتی میگه که والا در رشت ما 13 ماه بارندگی داریم. گفت بابا آخه تو هم دروغ میگی، دروغ اصلاحی. گفت اما سال 12 ماه، تو چه سال 13 ماه بارندگی داری؟ گفت والا 12 ماه بارندگی داریم، یه ما هم چکه میکنیم. هواپیمای ملی با عظمتش، با اون قشنگیش پرواز کرد. خلبان ایرانی، کمک خلبان ایرانی، مهماندار ایرانی، همه نشسته بودن به شادی پرواز کردن. خب کمک خلبان و خلبان همه ایرانی شوخی داشتن با هم. خلبان بلند شد وقتی ارتفاع رو گرفت، گفت خب مسعود ارتفاع رو گرفتیم و به سلامتی من فرمون قفل کنم و برم بشاشم و بیام یک حسابی از این مهماندار برسم. اتفاقا صدا تو سالن پخش شد، این بیچاره مهماندار از تای سالن دوید که تو کابین بگه چه شوخیه تو داری میکنی. پاش گرفت بغل یه پیرزن خورد زمین. یه پیرزنه گفت نه عجله نکن، گفت اول میرم میشاشم. در مراسم ختمی یک آقایی که نشسته بود ترک بود، هی این ور اون ور نگاه میکرد. بعد رفیقش گفتش که چیه این ور اون ور نگاه میکرد؟ گفت والا اون مرحومو من نمیبینم اینجا. یه آمریکایی رو آورده بودن اصفهان، خب یه مقدارم فارسی بلد بود، اومده بود سیرک داشت در آمریکا، اومده بود از اصفهان دیدن کنه، بردنش بازار اصفهان بهش نشون بدن. رسیدن به بازار مسکرا، در همین حین که دیدن میکردن این بچه های کوچیک هم تو بازار مسکرا کاسه های کوچیک رو گذاشته بودن وسط پاشون، با این چکش ها میزدن. یک مرتبه یه بچه 16-17 ساله بلند میشه 3-4 تا ملق میزنه و بالانس میزنه وامیسه. آمریکایی میگه بسیار بسیار قشنگ بود، من این را دوست دارم ببرم آمریکا و ماهی 5000 دلار میدم. اسمونی میره جلو و میگه که تبریک عرض میکنم، اسمت چیه؟ خب اسم من چیه رو تبریک میخوای بگی؟ گفت والا این آقا آمریکایی خوشش اومده شما آره برای آمریکا، ماهی 5000 دلار هم بده، نونت تو سکه است. این ملقی که زدی خیلی خوشش اومده. گفت والا این ملقی که من زدم اگه ماهی 50000 دلار دیگه بده، من حاضر نیستم یه دفعه دیگه چکشه بزنم به تخمه.
یه پسر و دختر رشدی که مدت ها عاشق و معشوق بودن میان از شهر بیرون و پسره میگه الهی من که تصدق بشم، آخه من کی به وسائل تو برسم، من که مردم. دختره میگه خود تقصیر توه دیگه، نه جا داری نه مکان داری، آخه چیکار گو خب من چیکار کنم، من تقصیر دارم. ولی خب عشق این حرفا نمیفهمه. اما ببین الان من چی میگم. دختره گفت چی میگی؟ گفت ببین کامیون تریلی 18 چرخی که اینجا واسده میریم زیر این، یه دو تا ماچ بوسه میکنیم. دخترم موافقت میکنه، میرن زیر کامیون. دیگه وقت چطور میگذره، یک دفعه متوجه میشه پسره که بغل پاش دو تا پوتینه. سرش بالا میکنه، میبینه یک سیونه ژاندارم با تفنگ ایستاده. به دختره میگه هیچی نگو جوابش میدم. ژاندارمه میگه که اینجا چیکار میکنن آقایان خانم؟ میگه والا چشمت مگه کوره نمیبینی؟ من دارم کامیون تعمیر میکنم. خب کامیون تعمیر میکنی؟ اولا کسی که کامیون تعمیر میکنه کتشه در میاره نه شلوارشه. دوم این که کسی کامیون تعمیر میکنه تاغواز میخوابه نه دمارو. سوم این که جک سربالا میزنه نه سرازی. چهارم این که کامیون یه ساعت رفته، من نمیدونم تو کدام کامیونه در این جمعه. یه همشهری آذربایجانی مست میره خونهش و انقدر آبجو خورده بود، خلاصه هی گرفتار توالت میشه. تا صبح چند مرتبه میره توالت و صبح که بلند میشه به خانمش میگه خانم دیشب معجزه شد. خانمش میگه چی شد؟ گفت دیشب که من آبجو خورده بودم هی رفتم مستراحت، در چشیدم چراغ روشن شد، وقتی شارم کردم در بستم چراغ خاموش شد، هی دوباره رفتم در چشیدم روشن شد. خلاصه خانم چی میگه؟ باز رفتی توی یخچال شاشیدی. یکی از هموطنا توی این گیردار تلفن میکنه به ایران، بعد از مدت ها ایران میگیره، میگه الو من میخواستم با میزی عقوب صحبت کنم. گفت جونم خودمم. گفت قربونت برم حالت چطوره؟ گفت ولای شد. گفت والا اگه ممکنه یه 30,000 دلار از پولای خودم حواله کن برام بیاد. گفت صداد نمیاد والا. گفت 30,000 دلار از پولای خودم حواله کن برای خودم بیاد. گفت والا صداعت نمیشنم. گفت 30,000 دلار پول. خانم تلفن چی که ناراحت میشه میاد وسط تلفن میگه آقا من کری نمیشنم چی میگه. گفت والا من که کرم نمیشنم، تا اگه میفهمی 30,000 دلار واسش حواله کن بره. در قزوین کلاس بهداشت بود برای بزرگسالان، همون اکابر که میگفتن. بله، یک جوانی اومد درس بهداشت میداد، میگفت آقایون باید نظافت رو مراعات کنید، خیلی خیلی باید توجه کنید، لااقل روزی یه دفعه خودتون رو بشورین. و همجور که داشت از نظافت صحبت میکرد اتفاقا دید که یه گربه اون گوشه اتاقه و داره خودش میلیسه با زبونش، ته خودش هم پاچ میکنه. خب ببینید شما باید از این گربه حتی یاد بگیرین، ببینید این نظافت رو چه جور مراعات میکنه. یکی از شاگردا تای کلاس پیری بوده بلند میشه میگه جناب استاد ببخشید انا، نه اینکه دلمان نخواد رعایت نکنیم، نه اینکه دلمان نخواد بهداشت نداشته باشیم، عقل من میرسد زبان من به کان من نمیرسد. یه دوست آلمانی میره پیش دکتر میگه آی دکتر من میخوام اخته بشم. دکتر میگه عزیزم شما جوون هستی این کاره نکن. میگه نه من همه فکرامه کردم، خیلی هم دوست دارم، میخوام اخته بشم. میگه قربون این کار نکن پشیمون میشه. میگه نه من مینویسم. خلاصه دکتر میبینه خیلی اصرار داره این کار انجام میده، بعد میره بیمارستان که میخوابه میبینه یه بچه کوچیکی لنگ دور خودش بسته، میگه پسر تو چی شدی؟ بچه میگه من خط نسادم. گفت وای خاک با سرم، من میخواستم خط نبشم گفتم. یه ترکی همشهری ترکی میره به رشت، منزل دوستش وارد میشه و میگه که والا خیلی دوست داشتن چی ببینمت، اما خیلی هم دلم میخواد که جنگلم ببینم. داشتی میگه کاری نداره بفرما بریم بالا کنم یالم بهت نشون بدم. میبردش بالا و میگه بفرما این جنگل. ترکیه یه خود نگاه میکنه و میگه که والا این درخت هم نمیذاره چه آدم جنگله ببینید. ماشین از رشت حرکت میکنه، دو نفر رو صندلی نشسته بودن. نفر اول به دوستش میگه تهران رسیدیم، دیگه خیلی باید مواظب باشی، تهران مثل رشت نیست، با جنبی گم شدی.
اتفاقا میرسن 24 اسفند، 24 اسفند میرسن و میرن غذایی میخورن و دور میزنن. اتفاقا رفیق شیبونی از بخت